با ادامه مبحث شیمی هشتم فصل سوم در خدمت شما هستیم. کم کم داریم به سرازیری شیمی هشتم میرسیم. خب جلسه گذشته اگر یادتون باشه بهتون یادآور شدم ما هسته رو نمیتونیم بشکافیم، اما میتونیم الکترون ها رو جابجا کنیم. این جابجایی الکترون باعث به وجود اومدن خواص جدید تو ماده میشه، اما ماده من رو تغییر نمیده. چرا؟ چون ماهیت یه ماده به پروتونش وابسته است. من میخوام الکترون رو جابجا کنم، پس با مبحث یونهای مثبت یا منفی میخوایم بریم و شیمی رو کامل تر کنیم. یون هرگاه اتمی خونسا الکترون بگیرد و یا الکترون از دست بدهد دارای بار الکتریکی میشود که به آن یون میگوییم. انواع یون: اولی یون مثبت یا کاتیون و دومی یون منفی یا آنیونه. خب بچه ها ببینید، گفتم الکترون رو من میتونم جابجا بکنم و برای مثال هم گفتم شما دستتون رو که روی دستتون بکشید الکترون داره جابجا میشه، ولی این الکترون از یک ماده به ماده دیگه منتقل نمیشه. این منم اینم منم دیگه، این وسط داره الکترون از من به من منتقل میشه، پس دارای خاصیت جدیدی نمیشم. اما اگر این خاصیت رو من بین دو تا ماده انجام بدم، یک ماده رو ماده دیگه بکشم، الکترون جابجا میشه از من به این جنس و از این جنس به من. خب اگر شما به زمین متصل نباشید مشاهده میکنید که دقیقاً این جابجایی الکترون در شما بروز میکنه. شما سوار ماشین میشید، ارتباطتون با زمین قطع میشه چون رو لاستیک قرار گرفته ماشین و شما هم روی دوشک ماشین نشستید. موقعی که میرید انتهای ماشین میخواید پیاده شید، خودتون رو روی صندلی میکشید، الکترون داره جابجا میشه، شما دارای بار الکتریکی میشید. وقتی که پیاده میشید پاتون رو میذارید زمین، میخواید در رو ببندید، دستتون یه جرقه میزنه. یعنی چی؟ یعنی بار الکتریکی تولید شده، ماده شما دارای بار مثبته و شما دارای بار منفی شدید. جابجایی الکترون از بار منفی به بار مثبت باعث ایجاد جرقه میشه، پس بنابر این الکترون میتونه جابجا بشه. این جابجایی الکترون دو نوع یون میسازه، یون مثبت یا منفی. پس خیلی ساده بخوایم تعریف یون رو بگیم، اگر یه اتم خنسا الکترون بگیره یا الکترون از دست بده، در هر دو صورت دارای بار الکتریکی میشه که ما به اون جسم دارای بار الکتریکی میگیم یون. بریم یکی یکی یونها رو بررسی کنیم. یون مثبت یا کاتیون، اتم خنسایی داریم دارای دو الکترونه، پس چون خنساست دو تام پروتون در هسته مشاهده میشه. در صورت سوال ذکر شده یک الکترون از آن کم میکنیم یا به عبارتی کات میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ یک الکترون از آن کم شده، پس یک الکترون دارم اما پروتون هاش همچنان دو تاست. خب از نظر ریاضی یک از دو کوچیکتره، یک برای الکترون، دو برای پروتونه، پس الکترون از پروتون کمتره. الکترون دارای بار منفی، پروتون دارای بار مثبت، پس اتم من دارای بار مثبت میشه. چون الکترون ازش کم شده یا به عبارتی کات شده و تبدیل به یون شده، به اون میگم کاتیون. پس هرگاه اتمی خنسا الکترون از دست بدهد به آن کاتیون میگوییم. خب به صورت کامل و جامع توضیحات رو اسلاید داده شده، اما به من نگاه کنید بچه ها، اتم خنساه، دو تا الکترون داره، دو تا پروتون داره چون خنساست. صورت سوال به شما میگه من الکترون میخوام از این بکنم. خب بکنیم الکترون اینجا رو میکنیم، کندیم، یه الکترون داره. آیا پروتون هم ازش کم میشه؟ من اومدم یه الکترون کردم، دو تا پروتون سر جاش میمونه، پس یه الکترون دارم، دو تا پروتون. یکی از دو کوچیک‌تره، یک برای الکترون، دو برای پروتون. پروتون از الکترون بیشتره، پس بارش میشه بار مثبت. چون الکترون کات شده، کنده شده، بریده شده، قیچی شده، به چی تبدیل میشه؟ به یون، پس میشه کاتیون. این میشه اولین یون ما. دومی چجوریه؟ یون منفی یا آنیون. یک اتم خنسا داریم،
خب پس یک الکترون داره، مطمئنن یک پروتون هم خواهد داشت. صورت سوال به شما میگه یک الکترون به آن اضافه میکنیم، یا به عبارتی آن میشه روی اون میاد. اتم من دارای دو الکترون میشه، اما آیا پروتون هم بهش اضافه میشه؟ خیر، دو الکترون دارم، یه پروتون. اینجا عدد دو از یک بزرگتره، دو برای الکترونه، پس الکترون از پروتون بیشتره، پس بار منفی از بار مثبت بیشتره، پس اتم دارای بار منفی میشه. چون الکترون به اون اضافه شده یا آن شده، به یون تبدیل میشه و بهش میگیم آنیون. پس هرگاه اتمی خونسا الکترون جذب کند به آن آنیون میگوییم. دقیقا همین اتفاق تو کاتیون افتاد، اینجا برعکسشه. من اینجا یه اتم خونسا دارم، یه الکترون داره با یه پروتون، میام یه الکترون بهش اضافه میکنم. به پروتون که تکون نمیخوره اصلا، همون تعداد که بوده هست. پس بنابراین دو تا الکترون دارم، یک پروتون. دو از یک بزرگتره، پس الکترون از پروتون بیشتره، پس منفی از مثبت بیشتره، پس بارش میشه بار منفی. چون اضافه شده میشه آنیون، یعنی روش آن شده دیگه، اضافه شده اومده رو مدار. ببینید یه الکترون آن شده روی مدار. پس بنابراین ما تونستیم اینجا یونها رو یاد بگیریم.